سلام رفقای عزیزم، نرگس انصاری هستم، در خدمتتون هستم با آموزش ابزار موفتول و آرپورتول که از این مجموعه های ابزار موف هست. اولین ابزار توی جعبه ابزار موفتول و آرپورتول هستن که کلید میان برای اونا وی انگلیسی هست. با انتخاب ابزار موف شما میتونید لایه ها را حرکت بدید. اگه لایه یا حرکت دادید و چنین اروری داد، با یک کلیک روی قفل اون میتونید اونا به راحتی حرکت بدید. و اگه چند لایه داشتید، روی هر لایه که کلیک کنید میتونید اون لایه را به راحتی حرکت بدید، به شرط اینکه توی این قسمت نوار ابزار تیک آتو سلکت فعال باشه. اگه تیک آتو سلکت فعال نباشه، فقط میتونید اون لایه فعالتون رو حرکت بدید. توی این قسمت هم دو حالت لایه رو گروپ داریم که اگه گروپ رو انتخاب کنید و کلید کنترل رو نگه دارید و چند تا لایه رو انتخاب کنید و توی این قسمت به گروپ تبدیل کنید، میتونید همه ی لایه ها رو حرکت بدید. ولی اگه رو حالت لایه باشه، هر لایه رو میتونید به صورت جداگونه حرکت بدید. و توی قسمت شو ترانسفورم اگه تیکش رو فعال کنید، میتونید سایز و حالت عکستون رو کوچیک بزرگ کنید و تغییر بدید که توی چند تا آموزش قبل آموزش کامل ترانسفورم رو گذاشتم واسهتون، میتونید ببینید. و اگه چند تا لایه ها رو انتخاب کنید، توی این قسمت ها میتونید ترازای اونو تنظیمش کنید. و روی این قسمت هم اگه کلیک کنید، یه سری تنظیمات دیگه برای تراز میتونید انجام بدید. و این قسمت هم که برای حالت عکسای سه‌بعدی هست که برای ما غیر فعال هستش. بعد شما خواستید یه لایه یا توی یک خط حرکت بدید و در یک راستا حرکت کنه، به پایین و بالا نره، شیفت ها بگید و با موف اونو حرکت بدید تا توی یک خط واسهتون حرکت کنه. ابزار آرپورتول چند تا عکس توی یک داکیومن قرار میده. توی قسمت سایز حالت پیش ورزش کاستوم هست و توی این قسمت ها میتونید طول و عرض مشخص کنید. با درک کردن همچنین کادری واسهتون باز میشه که مشخصات آرپورت شما رو بهتون نشون میده. توی قسمت کالر میتونید رنگ بک‌گراند آرپورت رو مشخصش کنید و میتونید تغییر سایز هم بدید و میبینید که 4 تا به اضافه دور عکس شما به وجود اومده. و توی قسمت لایه ها واسه شما یه لایه به نام آرپورت 1 درست کرده و اگه یه درک دیگه بکنید، آرپورت 2 هم واسه شما درست میکنه. روی هر کدوم این به اضافه ها کلیک کنید، یه دونه آرپورت با اون بک‌گراندی که رنگش انتخاب کردید درست میکنه. و اگه آلت نگه دارید و روی یکی از این به اضافه ها کلیک کنید، یه دونه آرپورت مثل آرپورت خودتون واسه تون درست میکنه به این صورت. و اینم همه چیز در مورد ابزار مو و آرپورت. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و ازش استفاده کنید. نظراتتون رو حتما واسه من کامنت کنید.